خب بریم فصل 1 2 3 حرکت در مورد استخوان‌ها می‌خوایم توضیح بدیم خدمتون. سارکومر در مایچه اسکلتی و قلبی استفاده میشه. خب حدس بزنیم چشم، با اجازتون همین قدری کم حدس بزنیم، چون یه انتقادی که به من میشه میگن تو خیلی دیگه حدس میزنی. خب میاد دیگه، راستم میگن. حالا الان امسال حداقل تعدادش رو سعی کردیم کمتر کنیم، الان هم خیلی کم میخوایم بگیم. حدسم از فصل سوم از کتاب 11 دستگاه حرکتی با اجازتون اینه: ساختمان استخوان دراز به اضافه ساختمان ماهیچه، سارکومر و خط زد و اینا، و استخوان دراز تنش و قسمت سرش و اینا چی داره؟ به نظرم این دوتا بیشترین شانس رو دارن. در جایگاه سوم نکات محلهای قرارگیری استخوان‌ها و ماهیچه. مثلا کدوم ماهیچه ها در یک سطح بدنن؟ مثلا یک استخوانی مثل استخوان ران در تشکیل چه مفصل‌هایی شرکت میکنه؟ مثلا آیا بین سر با ستون مهره مفصل استخوانی وجود دارد یا نه؟ آیا درشنه‌ای به سمت داخل است یا خارج؟ آیا استخوان‌های زنده زینون و زبرین هر دو با بازو مفصل می‌شوند یا خیر؟ تک نکته ها، موارد کلی نه که الان خدمتتون میگم. خب اول از همه این در مورد این تصویر چه نکاتی رو باید بدونیم، نکات رو اشاره بکنیم. یکی این که یادتون باشه سر ستون مهره و قفسه سینه، یعنی سر و ستون مهره و جناق و دنده محوریه، الباقی چیه؟ میشه جانبی، یعنی ترقوه و کتف و نیم لگن جانبیه. بنابراین در ساختار لگن هم محوری به کار رفته هم جانبی. چیزایی که خیلی مهمه بعد دقت کنید: یک، اولین استخوان ستون مهره در بالا با جمجمه مفصله، مفصل بین استخوان پهن و نامنظمه، و در انتهای ستون مهره نزدیک به انتهای یه بخش مثلثی شکل داریم که با نیم لگن مفصل و لگن رو میسازه. لگن از دو نیم لگن و این بخش مثلثی تشکیل شده. هر نیم لگن از جلو و پایین با نیم لگن، دیگه از عقب و بالا با این بخش مثلثی مفصله. موضوع بعدی ترقوه، این ورش کتفه، اون ورش جناق، از روی دنده اول رد میشه. خب دنبالچه جزء لگن نیست. بعد کتف و ترقوه یادتون باشه که محوری نیستن. موضوع بعدی این قسمت سبز رنگ قفسه سینه، چند تا استخوان داره؟ 37 اون 37 چیه؟ 12 مهره، 24 دنده، یه جناق. 12 24 36، یه جناق 37. این دوتا دنده و اون دوتا دندهی که اونورن، دنده های پایینی آزادن. 7 دنده مستقیمن با قضروف خودشون وصل میشن به جناق. بین دنده های 6 و 7 هم که میبینید یک اتصال قضروفی وجود داره. 3 دنده بعدش، یعنی 8 و 9 و 10، با قضروف 7 وصلن. 2 دنده آخر، یعنی 11 و 12، کلن آزادن، دنده های آزاد. خب
یکی دو تا چیز دیگه من سریع بگم رد بشیم. بچه زند زبرین همیشه در امتداد انگشت شسته. بچه درشنه به سمت داخل پایه، یعنی قوزک داخلی پا درشنه، برای اینکه یادتون نره درشنه به سمت انگشت درشت است، یعنی انگشت شست. بچه ها درشنه از بالا فقط در مفصل زانو شرکت نمی کنه. در مفصل زانو با ران شرکت میکنه، اون سر جای خودش، ضمناً نازکنه هم به خود درشنه مفصل ثابت داره. نازکنه هم از بالا هم از پایین به درشنه مفصل داره. ضمناً درسته که نازکنه از بالا در مفصل زانو شرکت نمیکنه، قبول، ولی از پایین درشنه یا نازکنه جفتشون در مچ شرکت میکنند. خب این یکی از مواردیه که تصور به این داریم که در کنکورتون، کنکور 1400 مورد سوال قرار بگیره. ساختمان استخوان دراز، اولا یادتون باشه بافت استخوانی دو مدل داریم، فشرده و اسفنجی. فشرده تیغه‌های منظم داره، سیستم هاورس داره، در سیستم هاورس سلا رو دوایر متعدد مرکزن و در مجرا یا کانال هاورس رگ خونی و لنفیه. بچه ها در کشکک تو ساختار مفصل زانو نیست، ولی در محل زانو چرا هست؟ بچه ها یادتون باشه مغز استخوان درون کانال هاورس دیده نمیشه. این طرف داره یک استخوان دراز رو نشون میده. استخوان دراز تنه داره و انتهای برآمده. این تنهشه، این هم انتهای برآمدشه. لطفاً به چند موضوع دقت داشته باشید. موضوع اول توجه داشته باشید که سر استخوان دراز از بیرون به درون دارای غضروف، استخوان فشرده نازک، استخوان اسفنجی زیاده. غضروف فشرده نازک، اسفنجی زیاد، میتونه مغز قرمز هم داشته باشه. سر بالاش در مجاورت لگن مغز قرمز داره، مثلا استخوان ران. دو، تنه چی داره؟ از بیرون به مرکز دو لایه بافت پیوندی، بیرونه بعد استخوان فشرده قطور، بعد اسفنجی نازک، بعدش هم مغز چیه؟ زرده، که بیشتر از چربیه. در کمخونی شدید مغز زرد میتونه بشه مغز قرمز. سه، اگه بگن هر استخوانی چه بافتی داره، میگیم همه استخوانا دراز و کوتاه و پهن و نامنظم، همه بافتای هر دونه بافتو دارن، یعنی اسفنجی و بافت شرده، ولی ترتیبشون رو در استخوان دراز میشناسیم. ولی اگه بگن یه استخوانی حفره مرکزی داره، اون استخوان حتما درازه، ضمناً یک حفره مرکزی داره. این استخوان دراز تعداد زیادی حفره داره که همون مجرای آورسه، ولی اون حفره مرکزی نیست، کانال یا مجرای آورسه. اگه بگن مجرای مرکزی، مجرای میانی، یه دونه بیشتر در یک استخوان دراز نیست. در مورد مفصل، اولا کپسول مفصلی سوال سراسری پارسال بوده. کپسول مفصلی خب بافت پیوندی متراکمه، با ویژگی‌های بافت پیوندی متراکم، مثل اینکه رشته‌هاش مثلا نسبتاً زیاده ولی ماده زمینی سلولاش کمه. ثانیاً کپسول مفصلی در اتصال مستقیم، در تماس مستقیم با مایع مفصلی نیست، به خاطری که این پرده سازنده مفصل بینشون قرار گرفته. این تصویر یه چیزی که من خیلی دلم میخواد سوال بدن، خوشم میاد اگه سوال بدن، این شکل است. و حواستون هم باشه این شکل، یعنی مفصل لغزنده رو بین این دوتا قسمت گرفته ها، یعنی بین زبائد مهره ها اینجا رو مفصل گرفته، چون این دوتا خیلی تابلوه، این لولایی، این گویوکاسه‌ای، ولی این مفصل لغزنده. به هر حال این تصویرم تصویر بدی نیست. سه نوع مفصل رو داره نشون میده که آرنج زانو ما میدونیم لولاییه،
نیم لگن با ران و مفصلی که در شانه داریم گویوکاس است و مفصل بین استخوان‌های ستون مهره از نوع لغزنده است. ایشون یه جوری نشسته واقعا غمگینه، انگار من مدلم، قراره از من به این سوال کنکور بدن. داداش قراره از روی تو به ما سوال کنکور بدن، تو بس چی غمگینی؟ من نمیدونم این واقعا دمش چیه. تازه ما یعنی من میبینمت، اینو درک کن، اصلا یه واقعا حس بعدی بهم دست میده. ماشاءالله سیکس پک هم داره، مایچه ها همه ردیف، من چاق، تازه قراره از تو به ما سوال بدن، ناراحتم از سیبان. نمیدونم چی بگم. خب آقا نگاه کنید، زوزنقه پشت گردن بین دو کتفه، دلتایی در محل سر شانه است. زوزنقه و دلتایی از عقب و سطح جلویی قابل رویته. مایچه سه سر پشت بازو، مایچه دو سر جلوی بازو. بچه ها مایچه سه سر از پایین به زند زیرین، از بالا به بازو و کتف. مایچه دو سر یعنی جلوی بازو، از پایین به زند زبرین، از بالا فقط به کتف وصله از طریق زرپی هاش. مایچه سینه ای از داخل به جناق، از بالا به ترقوه محدوده. جلوی ران مایچه چهار سره، پشت ران مایچه دو سره، در محل نشیمنگاه سورینیه. یادتون باشه که هم سورینی هم دلتایی روی مفصل گویوکاسه‌ای هن. یادتون باشه دو سر و سه سر بازو با هم متقابلن، دو سر و چهار سر ران با هم متقابلن. یادتون باشه که سه سر ساعد رو از بازو دور میکنه، یعنی کاری میکنه که ساعد در امتداد بازو قرار بگیره. دو سر باعث میشه ساعد روی بازو تاشه، سه سر باعث میشه ساعد در امتداد بازو در ادامه بازو قرار بگیره، دو سر باعث میشه که تاشه. و این قضیه در مورد ماهیچه‌های پا هم صادقه، یعنی ماهیچه دو سر وقتی منقبض میشه چه اتفاق میفته؟ ساق پا به ران، یعنی روی ران قرار میگیره، بهش نزدیک میشه، روش تا میشه، در صورتی که وقتی چهار سر منقبض میشه این ساق درشنه نازکنه در امتداد ران قرار میگیره. ماهیچه توام در امتداد درشنه و نازکنه به موازات ماهیچه به موازات استخوان ران هم که هم دو سر هم چهار سر رو داریم، که حالا اینجا هم همین تصاویر هست. خب در مورد ماهیچه باهاتون صحبت بکنم. توام همون دو قلوه. آیدا این اسمای دو سر و سه سر و اینا استثنان ترجمه های خوبیه، چون بایسپس مثلا ترجمه شده دو سر، تریسپس مثلا، یعنی یه جورایی ترجمه مستقیمه، اس براش در نهی بردن. در صورتی که ما عضله داریم تو گردن به نام استرنوکلوئید و ماستوئید، اسمشو گذاشته بودن قسی ترقوی ماستوئیدی، سال بعدش کردن جناقی ترقوی پستانی، برای شما هم حذفش کردن. دو سر که ماهه. خب دقت بفرمایید آقا، دور ماهیچه که بافت پیوندی داریم، نوع بافت پیوندی، بافت پیوندی رشته‌ایه، مثل بافت پیوندی که در ساختار کپسول مفصلی هست. دور دست تار هم بچه ها بافت پیوندی رشته‌ای داریم و اطراف یک تار ماهیچه‌ای هم باز بافت پیوندی وجود داره، ولی کتاب به طور مشخص و دقیق نکشیده. دوست دارید بدونید چه جوریه؟ حالت توری ماننده، کامل نیست. حالا یه قدم بیایم جلو، این تصویر خیلی مهمه و شانس خوبی برای طرح سوال داره. دو سر یک ماهیچه
دورش و درونش بافت پیوندی داریم. اسم دیگه یه سلول ماهیچه‌ای تاره. من یه دونه سلول ماهیچه‌ای اینجا آوردم بیرون. این سلول ماهیچه‌ای دورش غشاء و درونش میوگلوبینه. یه تعداد هم تارچه داره و همچنین شبکه آندوپلاسمی که اسم دیگر شبکه سارکوپلاسمیه و در کنکور پارسال اومد، درون این سلول وجود داره و خیلی مهمه. من یه بار دیگه اینو میگم چون ظاهرا بعضیا سوالاتی دارن. توضیح هم اینه. آها، اینم من بگم راستی، خیلی از بحث ماهیچه و استخوان نسبت به نظام قدیم تغییر دادن و حذفیات داره. اسما رو برداشتن، نوار تیرو روشن رو برداشتن. الان یه دونه سوال کنکور سراسری 98 رو مجبور شدم این عوض کنم، چون فعالیت آتپ سوزی سر میوزین رو که جا به جا می شد اینا هم اونا هم برداشتن. نمیدونم چرا این کار انجام میدن. حتی اسمای ماهیچه ها خیلی کم شده. برای همین هی باید سوالا رو عوض کنیم. این سوالایی که تو کنکورهای قبلی اومده انگار به درد نمیخوره. اینا هم مثلا شبکه سارکوپلاسمی و اصلا مال نظام قدیمه، کلا حذف کردن، ولی خب تو کنکور سوال دادن. آسون شده، کم شده. حالا داشتم اینو خدمتتون میگفتم. آقا ببین، دور این سلول ماهیچه‌ای یه بافت پیوندی من کشیدم ولی کامل نیست. اونی که ما باید بدونیم دورش غشاه، اسم دیگه ای سلول ماهیچه‌ای تاره. حالا درون این سلول ماهیچه‌ای سیتوپلاسم بشه دیگه، تو این چی داریم؟ یه سری رشته پروتئینی داریم به نام تارچه که تیرو روشنه، تعداد هسته داریم، میوگلوبین داریم و شبکه آندوپلاسم. شبکه آندوپلاسمی یون کلسیوم رو که آزاد بکنه، انقباض شروع میشه، جمع بکنه تو خودش، انقباض تموم میشه. آزاد بکنه، انقباض شروع میشه، جمع بکنه تو خودش، انقباض تموم میشه. حالا دقت کنید، یه تارچه رو آوردی میرون. تارچه نوارهای تیره و روشن داره، نوار روشن، نوار تیره. وسط نوار روشن خط زده. از یه زد تا یه زد رو بهش میگن سارکومر. لطفاً دقت داشته باشید که ما در ماهیچه دو مدل پروتئین رشته ای داریم به نام اکتین و میوزین. این پروتئین رشته ای هر کدوم از مولکولاشون خودشون دو رشتن، یعنی اکتین پروتئین رشته ای که از دو رشته به هم تابیده تشکیل شده، میوزین هم هر یه مولکولش دو رشته داره. یادتون باشه که میوزین سرش حرکت میکنه، پس اگه بگن پروتئین رشته ای که تغییر شکل میده میوزینه. اکتین به خط زد وصله، اومده تا وسطا. میوزین این وسط قرار میگیره. بچه ها از خط زد تا سر میوزین، خب بخش روشن یک سارکومره که در دو سوش دیده میشه. از سر میوزین تا اون یکی سر میوزین بخش تیر است. یکم این وسطش تو بخش تیره روشن‌تره، اونجا فقط میوزین میبینیم. پس یه بار دیگه، نوار روشن چی داره؟ فقط اکتین. نوار تیره کلن چی داره؟ اکتین و میوزین. اون قسمت روشن‌تره وسطش چی داره؟ فقط میوزین. حالا انقباض چجوری صورت میگیره؟ دیگه همه چیشو هی حذف کردن، هیچی. این سر میوزین اکتین رو میکشه میاره جلو. خب موقع انقباض خطوط زد به هم نزدیک میشه. خواهش میکنم دقت داشته باشید که در زمان انقباض، اولا که باید یون کلسیوم از شبکه آندوپلاسمی با انتشار آزاد شه، انتشار تحصیل شده، بعد
پروتئین میوزین تغییر شکل میده، خطوط زد و رشته‌های اکتین به هم نزدیک میشه، خود ماهیچه، تار، تارچه و سارکومر و همچنین نوار روشن کوتاه میشه، نوار تیره و پروتئین های رشته میوزین و اکتین اندازشون ثابته. که حالا اینو اینجا هم میتونید ببینید. ببینی سارکومر رو مشخص کرده، برای اکتین و میوزین گفته که بله. آقای امر اسمش چیه؟ قائنی فکر کنم، احمد رضا مثلا قائنی شاید، ایشون میگه که آقا تو کتاب 11 هم تاکید کرده بودید که دور سل ماهیچه‌ای قشاه، الان هم تاکید میکنیم دور سل ماهیچه‌ای دقیقاً قشاه، بافت پیوندی هم دور اون قشاه است، کتاب ما نکشیده. اولا ثانیا اگه واقعیت علمیشو میخواهید بدونید تکه تکه است، کامل نیست. نوار روشن فقط اکتین داره در زمان انقباض کوتاه میشه، نوار تیر اکتین و میوزین داره در زمان انقباض طولش ثابته، طول سارکومر، طول مایچه، طول تار، طول تارچه، اینا همشون کم میشه. خب تار مایچه یه کند و تند، بگن بخش روشن وسط هم آره میتونیم بگیم که کم میشه، ولی خیلی بعید میدونم. تار ماهیچه یک کند، دقت بفرمایید، اینا میوگلوبینشون زیاده، چون میوگلوبینشون زیاده اینا میتونن اکسیژن زیادی ذخیره کنن، پس میتوکندریاشون بیشتر کار میکنه، پس CO2 بیشتر تولید میکنن، پس بیشتر هوازی کار میکنن، پس لاکتیک اسید کمی تولید میکنن و دیرتر خسته میشن. ماهیچه یه تند سریع منقبض میشه، مثلا توی دو سرعت اثر گذاره، میتوکندریش کمتره، میوگلوبینش کمتره، رنگش خب به خاطر که میوگلوبین کمتره سفیده، بیشتر انرژیش رو از راه بیهوازی به دست میاره و با تولید لاکتیک اسید به دست میاره، پس در زمان تجزیه گلوکوز بیشتر وقتها CO2 آزاد نمی کنه. اینا زود انرژیشون رو از دست میدن و خسته میشن. خب و اگر بخوایم در مورد تولید بیکربنات هم صحبت کنیم، نوع کند باعث میشه بیکربنات بیشتر بیاد بالا، نوع تند کمتر، چون نوع کند CO2 بیشتری میده. اسکلت جانوران هم که بچه یادتون باشه اساس حرکت در همه جانوران مشابهه، ولی شیوه ها متفاوته. اسکلت آب ایستایی داریم، مثلا در عروس دریایی، بیرونی داریم حشرات سخت پوستان، و درونی داریم که در مهرداران مثل سفره ماهی و کوسه ماهی و اینا دیده میشه. جمله ها رو بگیم. اینجا میگه هر استخوان دارای مفصل متحرک با استخوان ران نوعی استخوان درازه. نه خیر، نیم لگن هم مفصل متحرک داره. آتپه شو نگفتم دیگه، حذف شد. آتپه رو که آتپه کی بود، آدپه کی بود، موقع حرکت چی میشد، همه رو برداشتن با اجازتون. جمله 6، هر ماهیچه با ظاهر مخطط در شرایطی به شکل ارادی به انقباض در میاد، غلطه، چون ماهیچه قلبی هم بعد حساب کنیم. اینم که میگه هر کی مفصل شده با جناح محوریه، اینم غلطه، چون ترقوه هم به جناح مفصل شده.
16 هم که تابلو غلطه، چون درشنه و نازکنه استخوان پهن نیستن ولی مفصل ثابت دارن. و 18 هم غلطه به خاطر که چند مدل مفصل داریم، کتاب درسی ما اینا رو معرفی کرده. خب سال 245 لطفاً دقت داشته باشید، انتهای برآمده استخوان ران بیشتر بافتش اسفنجیه، تنه بیشتر بافتش متراکمه. مورد بعدی میگه کدوم نادرسته؟ سه موردش نادرسته، فقط یادتون باشه مورد جیم همیشگیه. بچه ها در هر سلولی و در هر انقباضی و در هر ماهیچه‌ای به شرطی که فقط زنده باشه مرحله بیهوازی تنفس یعنی گلیکولیز انجام میشه. این جمله ها رو حفظ کنید، در هر نوع انقباضی یون کلسیوم آزاد میشه، در هر نوع انقباضی یون کلسیوم در اطراف تارچه ها یافت میشه، در هر نوع انقباضی میوزین و اکتین به هم وصل میشن و در هر نوع انقباضی مرحله بیهوازی تنفس یا گلیکولیز انجام میشه. لطفاً دقت کنید. فکر کنم یه چیزی رو بعد متوجه شدید. حذفیات فقط برای 12 ولی مثلا ویژگی چگونگی انقباض از پارسال به امسال برای منبع کنکور امسال اون آتپه رو حذف کردن. دیگه نیست. سوال 248 میگه که ممکن نیست رشته های موجود در سارکومر به نوبت کوتاه بشن. اصلا کلا رشته ها کوتاه نمیشن. چند تا موضوع بگی؟ بچه ها در زمان انقباض نوار روشن و سارکومر و تار و تارچه و ماهیچه کوتاه میشه، اما طول اکتین و میوزین و نوار تیر ثابته، میوزین هم تغییر شکل میده. بعضی میگن نوار تیر آخه چجوری ثابته؟ بچه ها میوزین مثل من فرض کنید، من اینجوری وایستادم دستامو گرفتم دو طرف، مچ دستام میره عقب میاد جلو، میره عقب میاد جلو، بین این دوتا مشت من میشه نوار تیره. نوار تیره که تغییر نمیکنه، فقط دستام یه تنابی رو میگیره میکشه که نوار روشن کوتاه میشه. برای همین در زمان انقباض نوار روشن کوتاه میشه ولی نوار تیره تغییری نمیکنه. آفتاب. موضوع بعدی اولا گفته که عضله سه سر بازو، سوال قشنگه، توسط بافت پیوندی بسیار محکم یعنی زردپی به کتف اتصال داره. ضمناً یه نکته دیگه هم اینجا داریم استفاده میکنیم، بچه ها نمیتونیم بگیم که تارهای ماهیچه اسکلتی همیشه انقباض آگاهانه دارن، بله میتونیم بگیم تارهای ماهیچه قلبی و صاف همیشه انقباض ناآگاهانه دارن. ماهیچه اسکلتی اغلب انقباضش آگاهانه است به جز انعکاس. سال 251 هم خواهش میکنم حواستون باشه که تو جزوتون هم این قسمت اول اینو عوض کنید، چون این حذف شده از کتاب که حالا قبلا نوشته بود مصرف آتپه توسط سر میوزین، من عوضش کردم تولید آتپه بکنم که میتوکندری، ولی بعد عوضش کردم. الان بکنید احیای پیروبات، اشاره داره به تارهای تند، در تارهای تند احیای پیروبات بیشتره دیگه،
پس سوال 251 شما یادتون باشه، چون تو پاسخ تشریحیتون هم لحاظ نشده، همین فکر کنم دیروز دوباره اینو داشتم نگاه میکردم احساس کردم تغییری که تو صورت سوال دادم، صورت اصلی سوال من 99 گفته بود سرمیازین آتپه رو تندتر مصرف میکنه، یعنی تار تند. من دیدم اون نیست، تولید آتپه کمک میتوکندری رو گذاشتم، بعدم اشتباه شد. بهترش اینه که بکنید احیای پیروبات. این هم مراتون طبق معمول میفرستم دیگه. بعد سرعت آزاد شدن یون کلسیوم بیشتره، یعنی تار تند. مقدار انرژی آزاد شده از مواد مغذی بیشتره، یعنی تار کند. دوباره یه سوال دیگه هم سراسری 99 داشتیم. بافت پیوندی اطراف مفصل که مشخصا بافت پیوندی متراکمه، معلومه که سلول شما ماده زمینه ایش کمه اما انعطافش زیاده. یک جمله هم به خاطر بسپرید که بسیاری از ماهیچه‌های اسکلتی بدن هر دو نوع تار تند و کند رو دارن، خط کتاب درسی بوده و اون مورد آخر بچه ها گفته ناقل عصبی به گیرنده درون تار، مشخصه که غلطه. و مورد دوم هر یاخته آنها از بند پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد میشه، مشکلش اینه که این گفته بسیاری همشون اینجوریه. خب فکر کنم یه عده با این تصویر مشکل دارن. بذارید من تصویر دیگر رو براتون بیارم. این مگه شکل کتاب شما نیست؟ این شکل کتاب شماست دیگه، درسته بچه ها؟ الان فقط یه آتپه کشیده. تا پارسال بچه ها اینجوری بود که سر میوزین آتپه بهش بست میشه، از رشته اکتین جدا میشه، حرکت میکنه، میشه آدپه. وقتی که اون رشته رو آورد جلو آدپه جدا میشه. اینا رو دیگه نداریم. من نگفتم که این جزء حذویات کنکوره، که حذویات که فقط مال کتاب 12مه. من گفتم که کتابی که شما الان دارید برای 11مه‌تون مطالعه میکنید 11مه چاپ 98، ما تو چاپ 97 بود اونا، دوباره امسال حذفش کردم. الان فکر کنم دیگه مسئلتون حل شده باشه. در مورد تأمین انرژی کراتین فسفات خیلی قبل تر گفتیم، تو تنفس فصل زیبای تنفس 3 جا تولید آتپه رو در سطح پیشماده داریم، یکیش کراتین فسفات بود دیگه، یکیش چرخه کربس بود، یکیش هم گلیکولیز بود. خب یا مثلا لاکتیک اسید که اصلا کلن توضیح دادیم همه چی رو در موردش، اینجا که اصلا چیز خاصی نگفته. بله این حالا از کتابتون میگم دیگه، حذف شده، نه در کنکور 1400 جزء مطالب کتاب نیست. مثلا تو نظام قدیم خب بود، این وسط اسمش صفحه هنسنه، وقتی الان نیست دیگه دلیل نیستش خودمون رو درگیرش کنیم. بریم در مورد هورمون ها با هم دیگه صحبت بکنیم.
چرا؟ الان میگیم انرژی اصلی مال عاطفه است که به هر حال از گلوکوز تامین میشه. اگه انقباض طولانی تر باشه مثلا اسید چربه، کراتین فسفات هم میتونه تامین بکنه. در شرایط بیهوازی لاکتیک اسید هم تولید میشه. اما فقط این که سر میوزین چجوری این کار انجام میده رو نداریم. اما در مورد هورمون ها، من تیپیک سوال هورمون ها رو بهتون بگم. تیپیک سوال هورمون ها این هستش که تغییرات هورمون و اثراتش رو کنار هم قرار میدن. مثال ساده میزنم، مثلا میاد میگه که به دنبال کاهش شدید انسولین میزان قند در پلاسما افزایش پیدا میکنه. شما بگید درسته یا غلطه؟ یعنی تیپیک این سوالات در اغلب موارد در ارتباط با عملکرد هورمونه، اینکه هورمون چه کاری انجام میده. ضمناً برای کنکور 1400 چیزهایی که خیلی حائز اهمیته، یک محور هیپوتالاموس هیپوفیز، دو تنظیم کلسیوم محور هیپوتالاموس هیپوفیز، این که هیپوتالاموس کدوم هورموناش مستقیم تولید میشه، کدوم ها رو هیپوفیز اثر میذاره، هیپوفیز پسینش چی داره، پیشیرش چی داره، آیا پسین خودش هورمون تولید میکنه یا نه، محور بین اینا. دو تنظیم کلسیومه که هم کلسیتونین هم پاراتیروئید روش اثر دارن. سه بحث شرایط هیجانیه که وقتی ما در شرایط هیجانی قرار میگیریم به ترتیب چه اتفاقهایی در بدنمون میفته، کدوم هورمون ها آزاد میشن. ولی معمولا در یک سوالی که از هورمون طرح میشه در کنکور سراسری، ما در چهار گزینه یک موضوع مثلا همش فرض کنیم مربوط به انسولین باشه نمیبینیم. معمولا موضوعات مختلف هورمون مطرح میشه. برای همین در این فصل خب این جدول از همه مهمتره. اتفاقا جدول هم چیز پیچیده‌ای نیست، هورمون هاست. فقط یه سری هورمون ها رو شما تو این فصل داری، یه سری مثل سکرتین و گاسترین و اریتروپویتین پراکنده تو فصل های مختلف داشتید، یه سری هم مثل FSH و LH و استروژن و پروژسترون و تستوسترون تو فصل 7 و 11 هم داشتید. این وقت عمر جمع کرده یه جا. به نظرم دانش آموزی که همین دوتا صفحه رو حفظ باشه و راهش هم اینه، کافیه که شما این صفحه رو بذارید مقابلتون، از محل تولید به جلوش رو بپوشونید. آقا آزاد کننده، مهار کننده، آقا هورمون رشد، آقا پرولاکتین و الاخر. من فکر میکنم که سوالی که به شما میدن چهار گزینه دارد که هر کدوم از گزینه هاش در یکی از خونه های این جدول دیده میشه. بنابراین اگر که جدول رو به طور کامل حفظ باشید، دقیق بلد باشید، حتما سوال رو هم راحت میتونید جواب بدید. باز تکرار میکنم، بیشترین مدلی که حدس میزنم شما سوال داشته باشید اینه که در گزینه ها با حالا بالا پایین شدن هورمون عملکردش رو بخواید شما نقد کنید. مثلا ضد ادراری خیلی کم شه چی میشه، ضد ادراری زیاد بشه چی میشه، کلسیتونین کم بشه چی میشه و الی آخر. خب اول بریم سر وقت چی؟ محور هیپوتالاموس هیپوفیز. یکی از عزیزانمون هی پیام میده که خیلی قطع و وصل میشیم، اصلا مربوط به این سیستم اینجا نیست. فکر میکنم نتتون باید یه فکر براش بکنید، تغییرش بدید، رفرش بکنید، مشکل برطرف بشه. من همزمان که دارم شما درس میدم خودم کلاس خودم رو میبینم. فکر نمی کنم
هیچ جا قطعی چیزی داشته باشیم. پرولاکتین رو اشتباه نوشتم؟ چرا؟ کو؟ خب اینی که الان پای تخت است، من این سه تا شکل رو خیلی دوست دارم. یک، دو، سه، نه چهار تا، چهار تا. یک، دو، سه، چهار. این چهار تا شکل خیلی مطالب رو تقریبا همه رو تو خودش داره. میگن چهار تاشون خیلی خوبه، چهار تاشون خیلی خوبه، شماها بگید این چهار تا، این چهار تا. شروع کنیم توضیح دادن. اونایی که اوکی ان یه اوکی بفرستن. حالا اگه احیانا کسی با ادوب مشکل داره، خب اچ دی رو استفاده کنه. یه اوکی بفرستن. به من الان یک دریای اوکی میبینم. برای همین لطفاً حالا اون دوستانی که مشکلی دارن سعیشون رو بکنن مشکل واقعا از سمت اینترنت خودشونه که اونو برطرف بکنن دیگه. یه بار مثل امروز دیدید یه لحظه تصویر استوب کرد، یا دیروز چی شد؟ باتری هاش اف تموم شد. متوجه میشیم دیگه، قطعش میکنیم. واقعا اگه از سمت ما باشه که حتما قطعش میکنیم. تازه یه دم زدن که اوکی، یه عالمه. آقا یک، هیپوتالاموس و هیپوفیز با همدیگه مرتبطن. من بشینم اینجا که جلوی چشم شما نباشم، دقیق و کامل بتونم توضیح بدم. آقا هیپوتالاموس دو تا هورمون رو خودش میسازه، میبره تو پستو، ذخیره میکنه. پستو میدونی چیه؟ یک اتاقک کوچیکیه که حکم انباری داره. من مادر بزرگم خدا بیامرز، یه اینا خونهشون خیلی خونه جالبی بود. یک جایی داشت به نام پستو، از اون پستو یه راه باریک بود، مثل یه راهرو باریک، بهش میگفتن حیات خلوت. بعد اون تو فصل تابستون که میشد، پدر بزرگم هندوانه خیلی خوب انتخاب میکرد، میخرید میریخت اونجا. بعد میرفتم مثلا بعضی وقتا بهش میگفتم عزیز خدا بیامرز، چقدر این زن مهربون بود. ایشالله که اگر پدر بزرگ مادر بزرگاتون زنده هستن، خدا براتون حفظشون کنه، واقعا محبتاشون خیلی باحاله. بعد به میگفت عزیز مثلا برو تو پستو، از تو حیات خلوت یه دونه هندونه بیار برات قاچ بکنه. خیلی برای من اون اتاق پستو اتاق جذابی بود، چون یه دونم کوزه کوچیک داشتم که پدر بزرگم ترشی برام میریخت، اونم تو پستو بالا بود. خونشون چند طبقه بود، تو اون طبقه سوم یه پستو هم اونجا داشتن، ترشی ها رو میچید پدر بزرگم. حالا پستو یه محل ذخیره است. هیپوتالاموس دو تا هورمون اکسیتوسین ضد ادراری رو تولید که میکنه میفرسته تو پستو. پستو همون پسینه، هیپوفیز پسینه. خب هیپوفیز پسین در واقع خودش هورمون تولید نمیکنه، اما محل ذخیره دو هورمونه، اکسیتوسین و ضد ادراریه. لطفاً دقت داشته باشید که هم اکسیتوسین هم ضد ادراری محل تولیدشون، لطفاً دقت کنید، در هیپوتالاموس، محل ذخیرهشون در هیپوفیز پسینه. از هیپوفیز پسین میان تو جریان خون. پس اگه بگن هورمونی از محلی بجز محل تولید خود وارد جریان خون میشود،
منظورشون اکسیتوسین و ضد ادراری. این تا دوتا هورمون زمانی که میان وارد جریان خون میشن اثراتشون رو اعمال میکنن به این شکل که اکسیتوسین هم تسهیل کننده زایمانه، هم به خروج شیر، نه تولید شیر، به خروج شیر کمک میکنه، و ضد ادراری باعث میشه که آب بازجذب بشه، پس ادرار رو کم و غلیظ میکنه. ضد ادراری وقتی تولید میشه که فشار اسموزی خون ما اومده بالا و باعث میشه آب بازجذب بشه. آب که بازجذب میشه ادرار کم میشه و غلیظ میشه. حالا اون طرف در هیپوفیز در واقع پیشین ما 6 هورمون داریم. اینا همشون تحت تأثیر هورمون های آزاد کننده و مهار کننده هیپوتالاموس. از این 6 تا هورمون 2 تاش در واقع محرک نیست، یعنی روی بقیه قدرت کار نمیکنه. یکی پرولاکتینه که در تولید شیر و همینطور تنظیم فعالیت های تولید مثلی به ترتیب در خانم ها و آقایون نقش داره، همچنین در تعادل آب بدن و ایمنی در هر دوتا جنس هم نقش داره. هورمون رشد باعث رشد طولی استخوان‌های دراز میشه روی صفحات رشد که بین تنه و سر استخوان دراز هستن اثر میذاره، باعث میشه به سمت بالا هی قضروف ساخته شه، به سمت پایین استخوانیش، از سمت پایین استخوانیش. هورمون‌های دیگه FSH LH رو که مفصل گفتیم قبلا، یکی محرک فوق کلیه است، یکی محرک تیروئیده. در مورد این دوتا محرک نکته خیلی مهمی وجود داره. محرک فوق کلیه، محرک قشر فوق کلیه است، به مرکز فوق کلیه کار نداره، یعنی به ترشح کوردیزول آلدوسترون ربط داره، و محرک تیروئید هم محرک هورمون‌های یود داره. تیروئیده T3 و T4 به هورمون‌های فاقد یود بچه‌ها کاری نداره. موضوع بعدی، یکی از بچه‌ها 900 بار زده شکل اشتباه از هیپوتالاموس به هیپوفیز پیشین، رگ خونیه. این رگ خونیه دیگه، این آبیه. آزاد کننده مهار کننده هیپوتالاموس میان تو این آبیه که رگ خونیه، بعدم میان به سمت پایین. وقتی که عزیزان جوابو بهتون نمیگم به خاطر اینه که این چیزی که دارید مطرح میکنید کلن غلطه، ولی وقتی اصرار دارید مجبوریم هی بگیم دیگه. گوش کنید خواهش میکنم. در مورد قسمت بعدی تنظیم کلسیوم، من بهتون گفتم به ترتیب 1 محور هیپوتالاموس هیپوفیز، 2 تنظیم کلسیوم این، 3 تنش. دقت بفرمایید، ببینید در قده تیروئید اولا دو تا هورمون یوددار داره، T3 و T4. بچه ها T3 و T4 سوخت و ساز میبره بالا. T3 و T4 مثلا باعث میشه که وقتی زیاد بشه ضربان قلب من بیشتر بشه، مصرف گلوکوز تو سلولام بیشتر بشه. بنابراین اگه هورمون های یود داره تیروئید زیاد بشه، توجه داشته باشید که در بدن ما متابولیسم سوخت و ساز بیشتر میشه، چرخهای کربس و اکسیداسیون پیروات و استیل بیشتری صورت میگیره، زنجیره انتقال الکترون بیشتری کار میکنه، CO2 بیشتری تولید میشه، و اتفاقی که میفته این هستش که بیکربنات بیشتری تولید میشه، چون کربونیک انیداز بیشتری فعال میشه. T3 و T4 تو همه سلولهای بدن ما گیرنده دارن، ضمناً باعث رشد ماهیچه و استخوان هم
میشن. اگه قبل از بلوغ کم باشن طرف بهش میگن کرتینیسم، کوتوله کم عقل، کرتین میشه. حالا بجز این هورمون، یه هورمون دیگه هم قده تیروئید داره، اصطلاحاً بهش نمیگن هورمون تیروئیدی، کتابتون هم این شکلی گفته، ولی هورمونی که توسط قده تیروئید تولید بشه هست، بهش نمیگن هورمون تیروئیدی. هورمون تیروئیدی وقتی میگن منظورشون T3T4. این هورمون اسمش کلسیتونینه، اجازه برداشت کلسیم از استخوان رو نمیده، در واقع به نوعی تثبیت استخوانی میده. بچه کسایی که پوکی استخوان دارن، بجز اینکه ویتامین دی و کلسیم بهشون میدیم، کلسیتونین هم براشون تزریق میکنیم که این استخوانشون رو سفت میکنه. و نهایتا در سطح پشتی قده تیروئید 4 تا قده پاراتیروئید میبینیم، اینا دوست دارن کلسیم خون بیاد بالا. چجوری این کارو میکنن؟ هم روی کلیه اثر میذارن، باعث بازجذب کلسیم میشن، هم روی روده ویتامین دی رو فعال میکنن، ویتامین دی فعال به افزایش جذب کلسیم کمک میکنه، هم باعث تجزیه املاح کلسیمی و ورود کلسیم خون میشن. یعنی اگه پاراتیروئید زیادی تولید بشه چه اتفاقی میفته؟ طرف پوکی استخوان میگیره. این چیه؟ شرایط تنکسا. آقا وقتی که شرایط تنکزا بشود، بعضی میگن آیا قدرت پاراتیروئید به هم چسبیدن؟ نه، این هر چهارتاشون به هم وصلن، خیر. اولا سمپاتیک ما فعال میشه، ضربان قلبمون میاد بالا، قدرت فوکل یه مرکزش ساختار عصبی داره و دو تا هورمون اپینفرین و اپینفرین ترشح میکنه. وقتی ما در شرایط تنش زاییم، بدنمون با ترشح اپینفرین نور اپینفرین پاسخ سریع میده، پاسخ کوتاه مدت میده و باعث میشه ضربان قلب زیاد شه، فشار خون بیاد بالا، قند خون یا گلوکوز پلاسما بیاد بالا و نایژک ها باز بشه. اگر شرایط تنشزا ادامه پیدا کنه و ما در تنش طولانی قرار بگیریم، کورتیزول هم ترشح میشه. کورتیزول باعث میشه فشار خون بیاد بالا و در مقادیر زیاد سیستم ایمنی و کورتیزول سرکوب میکنه، بنابراین در تضعیف ایمنی نقش داره. کسایی که بیماری MS دارن بهشون کورتیزول میزنن، چون در MS سیستم ایمنی زیادی کار میکنه، کورتیزول میزنن که اون سیستم ایمنی سرکوب شه. ضمناً هورمون دیگری هم از قشر قده فوق‌کلیه تولید میشه به نام آلسترون. آلسترون باعث میشه که سدیم باز جذب بشه، خب به دنبالش هم آب باز جذب میشه و فشار خون بیاد بالا. نهایتاً یادمون باشه بچه‌ها که از قشر قده فوق کلیه هر فردی هورمون جنسی مربوط به هر دو جنس ترشح میشه. یعنی از قشر قده فوق کلیه هر فردی هم استروژن، هم پروژسترون، هم تستوسترون ترشح میشه. سوال اینه که آیا ترشح آلسترون به چیزی ربط داره؟ بله، در واقع وقتی فشار خونمون کم میشه، از کلیه رنین تولید میشه. رنین یک پروتئینیه که ما اسمش رو داشتیم ولی حذف شده، فعال میکنه، اون باعث میشه آلسترون ترشح بشه و آلسترون باعث میشه که فشار خون بیاد بالا و درست شه. ایشون پانکراس بخش درون‌ریز و برون‌ریز داره، به بخش درون‌ریزش میگن جزایر لانگرهانس. این جزایر لانگرهانس انسولین و گلوکاگون تولید میکنن. انسولین هم باعث میشه که گلوکوز بیاد تو سلولا، هم
باعث میشه گلوکوز بشه گلیکوژن در کبد ذخیره شه، یعنی تبدیل گلوکوز به گلیکوژن در کبد رو سبب میشه، اینجوری قند خون رو میاره پایین. گلوکاگون عکسش رفتار میکنه، باعث میشه که گلیکوژن به گلوکوز تبدیل شه و قند خون رو افزایش میده. خب یه چیزی رو میخوام اشاره بکنم، یه نفر میگه پرولاکتین رو اشتباه گفتی، اینجا گفته تولید شیر در زنان، تنظیم فرایندهای دستگاه تولید مثل در مردان و نقش در دستگاه منی و حفظ تعادل آب که هر دو تا گروهه. الان من نمیدونم اشکال این چیه، این همه هم پیام فرستادون دوستمون، لطفاً بگه اشکالش چیه. اینم بگیم. لطفاً دقت کنید. یه هورمون دیگه داریم ملاتونین. هورمون ملاتونین در تنظیم تنظیم تولید مثل مردانه، در تنظیم ریتم‌های شبانه روزی نقش داره، در از اپیفیز ترشح میشه. برای اینکه یادتون نره، کسایی که یه نیم کره سفر میکنن مثلا از برزیل میاد ایران، اول میره داروخانه میگه ملاتونین بدید، و تیموسین هورمونیه که از تیموس ترشح میشه، رو خود تیموس هم اثر میذاره، در تمایز لنفوسیت ها دارای نقشه. ویتامین دی که یاخته نیست که بچه ها، هدف پاراتیروئید بالاخره در واقع روده هست، ولی به طور غیر مستقیم.